بسم الله الرحمن الرحیم. مفوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، صلواتی هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلوات دیگری محبت کنید. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنیده ناچیز و بیقیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح عالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکتش، خدمت در آستانش و شهادت در راهش رو نصیب همه ما کنه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل محمد و عجل فرجه. محمد و عجل فرجه. دستگاه اهل تواضع مثل بنده نیست که صلوات دیگری هم محبت کنه. سلام. بحث ما جنگی است که همه عالم با اون درگیر، ما مسلمین از 1400 سال پیش تا حالا در اون غرقیم، همه ما جانباز این جنگیم، آسیب خورده ایم، مقهوریم، درگیریم، گاهی تیرم انداختیم، خدمتم کردیم، همین لباس عذاب و پرچم در خونه هامون کمک به باورپذیر شدن یک طرف این روایت هست، طرف دیگر هم به کوب پرتلاش مشغول فعالیت. عرض کردیم محضر شما وقتی میگیم روایت، بله اینم یه اعتذارم بکنم که بحثی که داریم خدمت عزیزان عرض میکنیم جذابیت منبر داستانی رو نداره متاسفانه، ولی شاید مهمترین بحثی است که بنده تا به حال گفتم، به جهت اینکه راهبرد فکری ما رو میتونه تغییر بده. قدرت نقد در مطالعه یا شنیده های ما میتونه ایجاد کنه. لذا بحث بسیار مهمی است. به جهاتی هم دهه اول نگفتم، به همین جهت که دهه دوم به بعد خصوصی تر جلسات و پرحوصله ترن عزیزانی که شرکت میکنن، شرایط هم متفاوته. عرض شد محضر عزیزان که جنگ روایت، در جنگ روایت یکی از نکات بسیار مهم برای این که روایت غلبه پیدا کنه انسجامش هست. شما اگر یه جمله رو بخواید جا بندازید، باید تمام گزاره‌های مربوط به اون رو هم جا بندازید. یعنی هر روایت وقتی غلبه میکنه که همه نقاطش غلبه کنه. یا کشتی غرق شده رفته زیر آب یا روی آبه. لذا باید اولا انسجام داشته باشه، باورپذیر باشه، نفوذ داشته باشه. در مسائل حساس دینی باید مردم رو با خودش همراه کنه. اینا ویژگی هاشه، کار به حق یا باطل بودنش ندارم. چون ما این شبها با صراحت ممکنه راجع به بعضی از فرق دیگه صحبت کنیم، بنده سعی میکنم که داوری زیاد نکنم که ما حقیم اونا حق نیستن. دارم عرض میکنم چه اتفاقی افتاد. دیشب یه سوالی مطرح کردم که
حدس می‌زدم نیمه امشب بهش برسیم، ولی نمیدونم نیمه امشب هم بهش می‌رسیم یا نه. اونم این بود که آخه چرا باید یزید تبرئه می‌شد؟ این همه هزینه کردن برای اینکه یزید کاری نبوده تو کربلا به سود کی بوده؟ چرا؟ خیلی زحمت زیادی داره این کار. سیاه شما بخوای سفید بگی خیلی سخته، ماستو بخوای سیاه کنی خیلی مشکله، دوتا رو بخوای پنجتا کنی خیلی سخته. خب چرا این کارو کردن؟ عاقل نبودن؟ خب این یه دم خروسیه که هی یقشونو میشه گرفت. چرا زیر بار این رفتن که یزید را تبرئه کنن که یزید کاری نبوده که بهش برسیم؟ عرض کردم محضر شما که برای اینکه در این جنگ روایت ها که منظورمون از روایت مجموعه قصه، داستان، مفاهیم یه رخ داده، نه منظورمون یه حدیث خاص نیست، بلکه ممکنه در این که یه روایتی غلبه کنه صدها و بلکه هزاران خبر تاریخی و روایت حدیثی و اینا مجموعش یه تصویر بسازه. شبیه این پازلایی که بچه ها بازی میکنن، گاهی 2000 تا قطعه داره یه تصویر میسازه. ما به اون تصویر نهایی، به اون قصه کلی میگیم در این بحث روایت. عرض کردیم ارتباطاتیا این عنوان رو درست کردن، ما هم اسمشو دیگه عوض نکردیم که اگه کسی خواست مبانی علوم روزش رو هم ببینه بره ببینه اونا چی میگن. منتها اونا از ما گرفتن، از تاریخیا گرفتن، چون بحث اصلا زمینه اینه که شما یه رخدادی رو چجوری توصیفش کنید. اونجا عرض کردیم باید انسجام باشه. ببین شما این پازلی که برای پسرتون دخترتون میخرید، یه طرفش باب اسفنجی نیست، یه طرفش جنگل، یه طرفش دریا، یه طرفش مثلا فرض کنید که آرامگاه کوروش و چی و چی قاطی پاتی که نی، یه چیزه. انسجام باید داشته باشه. انسجام که داشته باشه تمام این قطعه کوچیکا رو شما بذاری، طفل خردسال هم که نگاه کنه اگر یه دونه قطعه با اینا ربط نداشته باشه میذارتش کنار، میگه این مال اینا نیست، اینا با هم میخورن. از همینی که با هم میخورن اینا رو میذاره کنار هم یه تصویر درست میکنه. باید روایت قطعه های مختلفش، اخبار و حدیث و روایات ذیلش با هم منسجم باشه. چرا یزید باید تبرئه بشه؟ عرض کردیم بریم قبل ببینیم خود یزید خورده ای از یه روایت اصلیه. خود ماجرای یزید خودش یه اصل نیست، اهمیتی نداشته. یزید به تبع اهمیت پیدا کرده. اونم اینه که یه مسئله جهان اسلام و 1400 سال درگیر کرده، بسیار زیادم درگیر کرده، که آیا بعد از پیغمبر اکرم در یک خیانت آشکاری حق امیر المؤمنین سلام الله علیه غصب شد، همسرش شهید شد و و و اون چیزایی که شماها شیعیان میگید، یا اصحاب رسول خدا که حتی دیه یک خراش روی پوست رو روایت کردن، جزئیات رو برای ما روایت کردن، از هیچ بیان هیچ حکمی فروگذار نکردند، در راه خدا جنگیدند و چه و چه و چه، اینها در مجموع بهترین یاران پیغمبر اکرم را برای خلافت بعد از ایشان که خودش معرفی نکرده بود انتخاب کردند و روی او اجماع کردند. اینم روایتی است که طرف دیگر داره، ما اسمشو یک و دو گذاشتیم دیشب. این دوتا روایت هی مثل مسابقه رالی هی میخورن به هم دیگه و از هم فاصله میگیرن، دوباره محکم میخورن توی موضوع دیگه به هم، استکاک دائمیه، این جرقهاش هم به چشم میان. به قول شهرستانی صاحب کتاب الملل و النهل، ما سلف الاسلام على قاعدت دینیه کما سلف الامامه، در هیچ مسئله اینقدر شمشیر کشیده نشد، آدم کشته نشد، خون ریخته نشد، همون قدری که در مسئله امامت، خلافت، جانشینی بعد از پیغمبر رخ داد. که خود این یه تزلزلی در روایت دوم ایجاد میکنه که پیغمبر چرا روشنگری نکرد؟ سوال میکنیم ازشون. چرا
سهلندیشی کرد نعوذ بالله که این عرض کنم خدمت شما مسئله ریجوری درست حل بشه که کشتار صورت نگیره، طبعا اونا باید چیکار کنن؟ روایتشون رو منسجم کنن. بعد اومدیم عرض کردیم خب برای اینکه روایت دوم منسجم بشه باید بین اصحاب پیغمبر هیچ اختلافی نباشه، به راحتی همه پذیرفته باشن برترین و افضل رو، اعلم رو، اتقا رو، اسخا سخی ترین رو و اینایی که براش نوشتن. خب کسی که فقه میفهمه پایبنده، دین میفهمه پایبنده، تفسیر میفهمه پایبنده، بالاخره یکی انتخاب کردن، این همه یار داشته پیغمبر. گروه یک اومدن انسجام گروه دو رو خراب کردن. گفتن چی؟ گفتن که آقا فاطمه زهرا سیدت و نساء اهل الجنه با او بیعت نکرده، با او قهر کرده، در حال قهر از دنیا رفته. خب این انگار یه دونه بمب اتم شما به یه نارنجک توی یه دونه کاغذ پازل منفجر هستن، هیچ چی باقی نمیمونه. او باید چی کار کنه؟ او باید بازسازی کنه و ایجاد انسجام. لذا خوندیم دیشب عباراتی رو که امشب هم ادامه میخوام بدم، بس ببینید چقدر جالب پیش میره. که اولا مسئله اختلاف سر حکومت نبوده، گروه دوم میگه، بلکه صرفا یه اختلاف مالی بوده. فدک توضیح دادیم چرا مشکل هبه نبوده، مشکل میراث بوده، توضیح دادیم. خب چطور از زهرا نمیدون؟ برای اینکه از زهرا رو بهش شکست داد در این واقعه، هم بهش توهین نشده باشه، چون اگه توهین بهش بخوان زیاد بکنن آسیب میزنه، چون میگن اصحاب خوبن که ایشون رو انتخاب کردن، نمیشه مثل از زهرا رو خراب کردیم وسط. لذا باید بگن آقا اولا پیغمبر روایتی فرموده بود که ارث به اینها نمیرسه، خب از زهرا این وسط چی؟ ایشون هم خبر نداشت. تا دیگه به اونجایی برسیم رسیدیم که مثلا فرض بفرمایید که اگه شبانه دفن شد به خاطر اینکه خیلی با حیا با حجاب بود، قبرش هم مثلا مخفی نیست، معلومه، حالا کجاست؟ مسلمین خیلی به اینکه قبر کجاست توجه نداشتن، حالا الحمدلله وهابیت آثار شرک از بین برده و قبر رو زده خراب کرده، گم و گور شده. یعنی ببین او تلاش میکنه روایتش از انسجام نیفته. هر جا شما دوم خروس ببینی کار اون روایت تمامه دیگه، باورپذیریش بیاد پایین کارش تمامه. خب بنده اگر میخواستم صدها شبهه در فاطمی پاسخ بدم باید صد جلسه حرف میزدیم، ولی دیشب توضیح دادیم یه وقتی شما میری از مسیر عادی این روایت راویش کیه، اعتبار حدیث چیه، عرض کنم شارحین چی گفتن، یه وقت به شما میگن آقا یه نفر هست 5 میلیون تومان میگیره سند میسازه، این روایت هم اون سند سازه جعل کرده، دیگه شما نمیری دنباله. همونطور که شما در ما بین ما شیعیان ابو هریره این شکلیه الان، یعنی شما اگر روایت از ابو هریره است در بین شماها علامت اینه که یه جاهل مثلا یه سابقه دار که جهل می‌کرده درست کرده. در گروه دوم البته اینطوری نیست. برای اینکه انسجام ایجاد بشه، برای اینکه باورپذیر بشه، شما ببینید با حضرت زهرا چه کردن. من فقط وصف میکنم که چه کردن، که چگونه توصیف شده که این جریانه. ما هر کتابی رو که میخونیم موضوعمون الان حضرت زهراست، ولی هر کتابی که داریم میخونیم بین دو، یا اگر مسئلهش مهمه، اگر موضوعش مهمه، بین دو یا چند گروه درگیریه، چند جریان مطرحه و هر جریانم داره روایت خودش رو سعی میکنه انسجام ایجاد کنه که باورپذیر بشه. بحث انسجام دیشب توضیح دادیم تو ماجرای روز قدس و اینا مثال زدم که چرا باید انسجام داشته باشه. خب خیلی مسئله بغرنجیه این ماجرای قهر. لذا شما ببینید
یه روایتی هست همون جور که عرض کردم، هیچی از دست کسی معمولا در نمیره. بخاری یه جا پیدا کردیم یه چیزی گفته، نه آقا، اصلا یه چیزی گفته که یه چیز دیگری رو کاور کنه، بپوشونه، تحت الشعاع قرار بده، برای که اون دیده نشه این دیده بشه است، اگر نه هزینه داره. این نمونه های فراوانی، من یک شو همین موضوع خودمونه فعلا عرض میکنم. روایت کردن که این در بخاریه، منم فعلا دارم توصیف میکنم، این کتاب فاطمه و بنت و نبی، کتاب هفت مجلدی وهابیته که یک سال و دو سه ماه چاپ شده. این دیشب از مجلد یکش خوندیم، الان از مجلد دوش میخونم که اصلا موضوعش محوری همینه تخصصی. میگه وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت تا حالا گفتن که خب جناب خلیفه یه روایتی از پیغمبر شنید که نمیتونه به بازماندگان رسول خدا ارث بده، ایشون گفتش که خب عبارت اینه: انی والله لا اغیر شیئا من صدقت رسول الله. صفحه 391 که این کتاب جلد دوش دارم میخونم، من نمیتونم دست بزنم، پیغمبر هر چه دستور داده همون کارو باید کرد. حالا کسی هم ناراحت بشه من سختمه، ولی نباید تغییر ایجاد کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومدن گفتن که خب ارث ما رو بده. در ادامه بحث دیشه ایشون گفتش که من نمیتونم، شما بیت المال داری از من تقاضا میکنی، لابد خبر نداری پیغمبر فرموده ما انبیا ارثی به جا نمیگذاریم. خب اینجا ما تمام معارفی که به همون رسیده عمدش از روایته. مثلا فرض کنید من یه روایت بخونم، شما بلنشی قهر کنی، این آقا دفترشو بکوبه زمین بره از مسجد بیرون، که این اتفاق میفته دو حالت داره: یا من به پیغمبر دروغ بسته باشم، یا فهمم از این روایت وحشتناک چپه باشه، یا اینکه ایشون به پیغمبر اعتقاد نداشته باشه. خب مشکی تنش کرده محرم اومده، پس به پیغمبر اعتقاد داره، از زهرا پیغمبر اعتقاد داره، پس اگه روایت رسول خدا بخونی قهر کنه مجلس رو ترک کنه، بحثش پیغمبر نیست که بگه چرا رسول خدا این حرف رو زده، چرا ما رو محروم کرده. آخه صحابه درجه 6 هم این کار نمی کنن، مردم عادی هم این کار نمی کنن. پس یعنی اصلا من راستگویی یا فهم طرف رو قبول ندارم. اگر قهر میکنه فهم طرف به صورت خطای سهوی قبول ندارم هم نیست، چون اینجا باید برن طرف رو آگاه کنن، قهر نمیکنن. قهر و خشم و سخن نگفتن و مثلا نگفتن این که کی از دنیا رفت و در تشییع شرکت کن، اونم حاکم مسلمین که شأنین بر صدیقه طاهره نماز بخونه اگر خلیفه مسلمین بوده، دختر پیغمبر راش ندن شبونه، این معلومه که او رو دروغگو میدانه. اینو باید یه جوری به مردم بگن. از طرفی نمیشه از زهرا رو خیلی تخریب کرد، یه جوری باید از زهرا رو تخریب کرد که خیلی تخریبش نکرد، چون خیلی تخریبش کنی چند جای دیگه گیر میخوره. حضرت زهرا از افاضل اصحابه، اونجا گفتن اصحابیشون انتخاب کردن، بزنی حضرت زهرا رو اون خود ساختمونش فرو میریزه. لذات یه جوری بزنه که خیلی اصحاب آسیب نخورن. میگه چی شد؟ ایشون که این کارو کرد، بالاخره امیرالمومنین ایشون رو شبانه دفن کرد، خلیفه رو خبر نکرد، ولی جامعه اسلامی دلش با کی بود؟ با خلیفه بود دیگه. این روایت گروه دومه دیگه. به علی ابن ابی طالب محل نمیگذاشتن وقتی حضرت از دنیا رفت. او هم یه خورده سعی کرد مثلا آدم جمع کنه، دید نمیشه، فالتمس مصالحت ابی بکر و مبایعته، که آقا بیایید مثلا یه تقاضای مذاکره ای داد. تا اون لحظه بیعت نکرده بود. این این واقعه رو اگر یادم بود، یا امشب یا فرشب عرض میکنم، مثلا همه این حرف رو زدیم برای این،
این این واقعه رو برای سید الشهدا درست کردن. سید الشهدا گوش نکرد به حرف ناصحان، به حرف اقلا، به حرف پیر مردای عرض کنم چیزی رو که نعوذ بالله ایشون در آینه نمیدید اونا در خشت خام میدیدن، به حرف عبدالله ابن عمرها، به حرف مثلا ابو سعید خدریها، به حرف عمره بنت عبدالرحمن ابن سعدها، به حرف اینا گوش نکرد، یهو رفت یه جای گیر کرد، نه راه پس داشت نه راه پیش، به عمر سعد گفتش که اجازه بده من برم با یزید گفتگو کنم یا باهاش بیعت کنم. دیگه وقتی دید فایده ای نداره، این این واقعه رو برای حضرت سید شادام ساختن، اینجا برای تبرئه یه نفر و اونجا برای تبرئه یزید، که حالا بعدن اگه رسیدم عرض میکنم یزید این وسط ربطش چی. خلاصه امیرالمومنین در این روایت این آقایون در بخاری گفتش که یعنی تو این وسط اون حرفا رو زده که از زهرا رو شبونه دفع کردن و فلان. خب آقا یه جلسه ای بذاریم همدیگر رو ببینیم. و بعد امیرالمومنین هم گفتش که عمر نباشه تو جلسه، خودت باش فقط، چون دوست نداشت با عمر رو به رو بشه. شارحین نوشتن چرا؟ چون مثلا عمر خیلی حق مدار بود و حضرت هم میخواست یه مذاکره بکنه، مثلا یا این ارث ماه یا تولیتشو بدید دست ما، و او هم کوتاه نمی اومد که اون نباشه که بشه مذاکره پیش بره. اومدن و با هم شروع کردن صحبت کردن و با هم یه گفتگو کردن و میریم مسجد. ابوبکر نمازو که خوند، رقی علی المنبر، رفت رو منبر، فتشهد و ذکر شأن علی، مقامات علی رو گفت، گفت بالاخره ما منکر فضائل علی ابن ابی طالب، عظمتش، زحماتش در جنگ ها، اون زمان که ما در احد نبودیم، دور بودیم، مرتفع بودیم، ایشون بود، ایشون زحماتی هم فی الجمله کشیده علی ابن ابی طالب، و تخلفه عن البیعه، حالا یه بیعت هم یه چند وقتی با ما نکرده، خانومش بیمار بوده، گرفتار بوده، و عذره بالذی اعتذر الیه، یه عذری تراشید، وقت نداشته، کاراش گیر بوده، مثلا درس ها مجازی شده بوده، اینا نمیتونسته بیاد. ثم استغفر و تشهد علی، بعد علی ابن ابی طالب بلند شد و استغفار کرد که بالاخره ما گرفتاریایی داشتیم باعث شده بود که دیر برسیم خدمت آقایون، فرصت نشد مثلا پذیرایی کنیم و تشکر کنیم از اینکه در مراسم نمازم شرکت نشد، وقت نبود، کار داشتن، تشریف نداشتن شرکت کنند و اینا. تشهد علیون، علی ابن ابی طالب شهادتین گفت، فعظم حق ابوبکر، گفت بله اصلا ما جایگاه جناب ابوبکر که اصلا محل بحثمون نیست. اصلا موضوع سر انکار فضائل و خلافت و اینایشون نبوده که، ولکن نرا لنا فی هذا الامر نصیبا، ما خیال میکردیم بالاخره یه وزارتی چیزی یه جایی هم به ما میدن توی، حالا نخواست فستبد علینا، اینا هم ندادن دیگه، بالاخره صلاح ندونستن و فوجد نافی انفس نامه خود ناراحت شدیم، ولی دیگه حالا گذشت و منم بیعت میکنم و مسلمین هم خوشحال شدن، مسئله حل شد. حجم کنی. خب مسئله پس مشکل حله. باز جاهای دیگری انسجام روایت رو آسیب زدن. شما اینجا چقدر روشن میشه براتون که باقر العلوم زین العابدین موسی بن جعفر علیه السلام سر فدک میرن، امام کاظم زندان افتاده برای فدک دوباره. مسئله زمین فدک نیست، هر روایت زمین بخوره فقط فدک سقوط نمی کنه که بگی آقا این پرچمدار، پرچمدار رو بزنی سپاه سقوط می کنه. تو ماجرای فدک مسئله ناموسیه بین دو طرفه، مسئله مهمه کدوم درست داره میگه. اینجوری نیست که شما یه جاشو بپذیری باید باقیشم بپذیری.
یک گیرای دیگه هم این برادران گروه دوم داشتن. اونم چی بود؟ اونم این بود که همسران پیغمبر تقاضای ارث و میراث کردن. دیشب هم عرض کردیم، گفتن جز عایشه هیچ کس خبر نداشت، از وراس و هیچکی رو خبردار نکردن که به شما چیزی نمیرسه. اینم باید حل کنن، جلوتر میبینید سعی کردن حلش کن. عایشه رفت گفتش که الا تتقین الله الم تعلم ان النبی کان یقول لا نور اس ما ترکنا صدقه. از خدا پروا نمی کنید؟ استغفر الله، همسرای پیغمبرید، امهات مؤمنین، من نمیدونید پیغمبر فرمودید من ارث نمیذارم؟ چرا این بنده خدا خلیفه مسلمین رو تو فشار قرار میدید؟ خیلی حرفی، این خیلی توهین زشتیه به همه همسران پیغمبر. یعنی آقا بنده الان میدونم از میراث پدر بزرگیشون چیزی به من نمیرسه، باید بیام مطالبه کنم. یعنی چی؟ ولی خب نیاز داشتن، مجبور بودن، وسط اقیانوس بودن، از این درختم بالا رفتن، گفتن که حالا همسران پیغمبر یه اجمالاً فی الجمله قدری هم مال دوست باشن طوری نمیشه، چون مسئله سخته. حالا خلاصه اینام زودی قبول کردن، مثلا ای روایت داریم، خب ما نمیدونستیم که مشکلی نیست و ما هم همراهیم. بعد یه روایت دیگری ساختن، روایت دیگری که ساختن یا بیان کردن، نمیگم ساختن، میخواستن بگن حضرت زهرا سلام الله علیها راضی شده، چون اون مسئله قهر و اینا خیلی مسئله بغرنجیه. خوب روایتی نساختن، روایت گیر کرد. بخونمش ببینید. اون این بود که ارسلت فاطمه تو الی ابی بکر، این در مسند احمده، فاطمه زهرا سلام الله علیها پیغام فرستاد به خلیفه که انت ورثت رسول الله ام اهله، تو وارث پیغمبری یا اهلش؟ او هم جواب داد لا بل اهلو، نخی اهلش. ایشون فرمود که عین سهم رسول الله، سهم پیغمبر پس چی شد؟ او گفتش که انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که چی من از پیغمبر شنیدم، اذا اطعم نبیاً طعمتاً ثم قبضه جعله للذی یقوم من بعده. اگر پیغمبر مالی دستش برسه، این مال شخصیش نیست، این مال جایگاهشه، جایگاه حاکمیتیشه، لذا این میرسه به قائم مقامش، من یقوم و بعدهو، کسی که بعد از او میشه حاکم مسلمین، خلیفه مسلمین، لذا این پولا من دست من باید باشه، من باید خرج کنم. فرعیت ان اردهو علی المسلمین، منم تصمیم گرفتم که اینو بین مسلمین تقسیم کنم، عرض کنم خدمت شما درآمدهاشو. از حضرت زهرا نقل کردن که فانت و ما سمعت من رسول الله اعلی، شما و آنچه شنیدی از پیغمبر اعلمی، طبیعتا درسته. خب دو تا گیر تو این روایت هست، یکی اونجایی که میگه تو وارث پیغمبری یا اهلش، ایشون میگه اهلش، اینجا گیر کردن شعار این، این راوی خیلی هماهنگ نشده بوده. اینی که میگن قبل از مصاحبه یه دور تکرار کنید، با هم برید بیاید متن رو بدن ببینید اونجوری که دوست دارن بگید، مثلا فرض کن میگه آقا الان فرض کنید که اوضاع تو این گرونی حال شما چجوری، میگه خیلی هم خوب آقا، اصلا خیلی هم بهتر، اصلا از وقت اینترنت قطع شده زندگی هم خوب شده، بازن هم دیگه دوام نمیشه. اینا میگه یه دور قبلش باهاش چیکار کن، باهاش تمرین کن، خلاصه یه بار رفت و برگشت کنید، اشکال گیر نید. این راوی حواسش پرت بوده. اینجا این بل اهلهو خراب کرده، اما آخرش خوبه. آخرش چی میگه؟ از زمانی که هرچی شما سلام میده، خب هرچی شما سلام میدونی، چرا پس شبانه مخفیانه قهر، قهر رو چی کار کنیم؟ وزی فکری به حال قهر کرد. یه دعوای مفصلی دارن با این که ابن کثیر میگه که این روایت آقا به نظر میاد قرابت و نکارت داشته باشه. این جمله‌ای که بل اهلهو، این نمیخوره حدیث اینجاشش درست باشه، راوی خوب هماهنگ نشده بوده.
اما آخرش خیلی خوبه و احسن و ما فیه قوله، بهترین جاش اونجایی که حضرت زهرا میگه که شما اعلمید هرچی شما سلامی دونی، اینجاش چیز خوبیه. بازیه با روایت شما میخواد ببینید، اینجا ابن کثیر ببینید یه روایت جلوشه میگه خب این روایت نکارت داره، قرابت داره، مورد پذیرش نیست. بابا میگن هیچکی از انبیا ارث نمیذاره دیگه، بل اهل او چی چیه. اما این جملهش خیلی خوبه که حضرت زهرا فرموده که شما اعلمید هرجور شما سلام میدونید، همش تو یه روایت دیگه، تو یه ماجراست. اینو باید حلش کرد، اینجوری کار پیش نمیره، کار دیگری باید کرد. چی کار کنیم؟ میگیم که خب اولا بذار من یه بار جنبندی کنم. اولا میدونید که پیغمبر میراث نمیذاره و قد اجمع علی ذلک الصحابه، اصلا این اجماع اصحابه، همه میدونن. واقعا بعضیا اعتمادشون به سقف از نفس گذشته، همه میدونن اصلا این اجماعیه. و من بعدهم ولم یخالف فی ذلک الا الرافضه، جز روافض اصلا کسی همچین، همه میدونن انبیا ارث مرث خبری نیست. از قول نووی هم میگه جمهور العلماء، اون اصحاب بود، اینم علمای طول قرون، جمهور العلماء علی ان جمیع الانبیا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین لا یورثون، اجماع اصحاب، اجماع همه علماست، اجماع. اون وقت از زهرا این وسط جزء کیا محسوب میشه؟ برای شکستن اجماع چند تا کار کردن اهل بیت سر جاش میگه. اجماع حالا یه از زهرا خبر نداشته با امهات مؤمنین، شما میخوای بگی چطور ممکنه ها؟ یه بابی باز میکنه، ببینید برای یه عبارت، برای یه فدک، آقا اینا 100 جا رو باید بزنن. به شما عرض کنم، ما تو فضای مجازی باشید، هر یکی این جمله رو به جای شبهه ما میگن، ولی شما بری ببینی پشتش چی و به چی وصل کردن که چی اتوش در بیان، خوب دقت کنید ببینید از کجا به کجا میرسیم. میگه چطور ممکنه که حضرت زهرا نمیدونسته؟ اینو به زبون نمیاره، اجماع بوده. قد خفیت هذه الاحادیث علی زوجات النبی اول الامر، اول الامر، اول امر، اول کار، همسرای پیغمبر که وارثا فقط اینا بودن، وارثا فقط نمیدونستن، امت میدونست، اجماع اصحاب بود، وراث نمیدونستن. چیکار کنی؟ تا هم گفتن زود قبول کن. خب چرا پیغمبر نگفته بود؟ میگه خب ببین، اینی که بر فاطمه زهرا و بعضی همسران پیغمبر مسئله مخفی شده، برای اینکه قاعدت شما باید بدونی همه چیز را همگان دانند، قاعده همه چیز را همگان دانند. خوب دقت کنید، میگه آقا اصحاب پیغمبر همه که هر وقتی میخواد شریعت صادر بشه، نازل بشه، بیان بشه، نبودن که، یا سفر بودن، یا خونهشون بودن، یا اون شب مسجد نبودن، مهمون اومده بود، همه چیز را همگان میدونن. این که بخواد یه نفر، عبارتشو ببینید، من الیقین ان لا احد یحیط به جمیع نصوص شریعه، هیچ کسی رو پیدا نمی کنید همه نصوص دینی رو بدونه. تعجب نکنید که چرا از زهرا نمی دونسته. فلان صحابی ممکنه حکم مثلا نماز سفر رو ندونه، اون یکی توافه در حج رو ندونه، اون یکی، خیلی طبیعیه دیگه، احتمال خطا، نبودن، نشنیدن. حال شما نگاه کنید، برای اینکه بشه این کار رو کرد، باید بگه هیچ کس به شریعت احاطه 100% نداره،
هیچ کس باب و مدینت علم نبی نیست، چون اگر باشه، اگه باشه بعد میفتن از اون سوال میکردن. پس به نظر شما حدیث انا مدینت العلم و علیون بابو ها رو میشه پذیرفت؟ ابدا ابدا. همسر اوه که نمیدونسته تو این ادعا. پس روایت انا مدینت العلم و علیون بابا باید چی باشه؟ جعلی باشه. جعلی میرسه. پس انا مدینت العلم رو نباید پذیرفت، باید اصلا علم مطلق هم یکی از اصحاب رد بشه، بشه نسبی. الان تو فقهای قم یکی که عالمه مثل معصوم نیست که، یکی در ادبیات قوی تره، یکی در علم رجال قوی تره، یکی اصولش قوی تره، یکی در مثلا استظهارش از روایات قوی تره، آخرش یکی در کتاب الحج قوی تره، یکی در کتاب الصلاه قوی تره. تو همونی هم که قوی تره ممکنه یه جاش باشه این اشتباه، آدم دیگه اشتباه کنه. مطلق نباید باشه کسی، چون مطلق باشه برمیگردیم روایت خراب میشه. روایت منظورم این تصویر کلی. پس همچین چیزی وجود نداره. ببینید ابن تیمیه چی میگه. لیعلم انه لیس احد من الائمه المقبولین عند الامه قبولا عاما يتعمد مخالفت رسول الله. هیچ کس عمدی مخالفت نمی کرده، جهل داشتن، چون علم قطعی، علم 100% بعد از پیغمبر یک کسی نداشت. باب ما بم در کار نیست آقا، خلاص. فَإِنَّ الْإِحَاطَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ. هیچ کسی احاطه نداره. عزیزانی که برن ببینن روایات علم حیرت انگیز امیرالمومنین و چرا این انقدر ور رفتن باش، چون باید روایتشون انسجام داشته باشه. چون باید روایت انسجام داشته باشه، علم مطلق امیرالمومنین خراب میکنه اینو، دیگه نمیتونی بگی خبر نداشت. لذا هر جا روایت بره سراغ این که علی اعلم امته، یه بازی، بحثی، دعوایی باید باشه، باید اختلافی بشه مسئله، چون اگه محرز بشه کار تمامه. لذا شما میبینید تو گوشه میری تو فضائل امیرالمومنین آثار مقابله میبینی. چرا؟ برای اینکه اونها به این روایت آسیب میزنن. بعد میگه خب میدونید که وقتی بزرگان اعلمهای اصحاب مثل جناب ابوبکر و عمر بعضی چیزا براشون مخفی بود، فکیف به بقیه، بقیه هم اینطوری بودن. از امیرالمومنین اسم نمیبره اصلا. اینا که اعلم و اصحاب بودن خبر نداشتن، وای به حال بقیه. خب وقت رفت، من یه چیزی بگم که بحث به یه جایی برسه. حالا چی کار کنیم این وسط؟ بعد اینا قلی هم زیاد داشتن، خدا همه قلی ها رو حفظ کنه. یعنی اینا ببین چه زوری زدن این عزیزان گروه دوم که این روایت ها یه جوری وصل پینه ای حلش کنن، مسئله بی دعوا حل بشه. زور زدن که آقا این اصلا مال امت بیت المال. تو روزه بعد گفت که ابوبکر گریه کرد که بابا من نمیتونم بیت المال رو به تو بدم، یا زهرا اموال خودم رو بهت میدم، به من فشار نیار اموال مسلمین رو به شما بدم، آخه نمیشه بیت المال، بابا منم دستم بسته است، اموال خودم میدم، اموال دخترم میدم، اموال فامیلا میدم. آقا یوها این وسط جناب عثمان فدک رو میده به مروان. این وسط چیکار کنیم؟ روایت دو میر رو هوا، ساکت میشینن. این که مرز بکنم جنگ روایت مسئله یه روز دو روز نیست، ماجرای قصب فدک در یک روز رخ داده. مثلا اونجور که ابن ابوالحدید میگه شاید دهمین روز بعد از وفات یا شهادت رسول خدا، اما مسئله فدک یک مسئله است که تو کربلا پررنگه، تو زندگی موسی بن جعفر پررنگه، زنجیر به پای موسی بن جعفر به خاطرش بستن، همینجور برو جلو. این خیلی مسئله پیچیده ای شد. اه عثمان رو چیکار کنیم این وسط؟ مروان اونم علیه السلام تر نبود. خب اگر میشد به مروان بخشید، خب
خب میدادید به فاطمه زهرا سلام الله علیها دیگه، دیدن خیلی ناجور شد. بزرگان ما نسبت به عمر ابن عبدالعزیز آقا خیلی بد بینن. چرا؟ یه صلوات بفرستید تا عرض کنم. امان از جهل آقا، امان از ساده انگاری، امان. بذارید اول من یه رپورتاج معاصر برم بعد بگم عمر ابن عبدالعزیز چیکار کرد. روزم رو کم میکنم. برای اینکه باور کنیم ما بعضی یا محب اهل بیتن، بنده اعتراف میکنم بسیار زیاد از فرق غیر شیعی محبت دارن نسبت به اهل بیت، این رو انکار نمی کنم. اما همه اینطور نیستن، همه اینطور نیستن، بلکه نسب پنهان دارن، یعنی دشمنی پنهانی. چرا؟ چون روزگاری هستیم از قرن 3 و 4 به بعد تا امروز که کسی دشمن اهل بیت باشه محکوم میشه. الان اگر من کسی بدون دزدم محکوم میشم بین شما، پس میپوشونم اینو. اگر یه خصیصه‌ای در من هست که تنفر در شما ایجاد میکنه، من اینو میپوشونم حتی بهش اعتقاد داشته باشم. درسته؟ آقا طرف توی جایگاه آبیا اگه اشتباهم رفته باشه قرمز باشه، جرأت طرفداری از تیمش نداره، چون همونجا به آقای مساوی تقسیمش میکنه و برعکس جرأت نمیکنه تیمش دفاع کنه، چون اونجا جای ابراز نیست. دیگه قرن 3 و 4 به بعد خیلی هر کسی جرأت نمیکنه بیاد رسما پشت به اهل بیت بده. بله یه جاهایی تو دم و دستگاه حکومت های بین مردم کمه، این زیاد نیست. هرچی هم گذشته بیشتر قبیح شده توهین به اهل بیت، بیشتر وقیح شده جسارت به اهل بیت. هرچی گذشته بالاخره امت اسلام هرچی گذشته همه میشه جسارت به بچه های پیغمبر، به اهل بیت پیغمبر بکنه. لذا چیکار میکنن؟ مثلا یه میبینی شروع میکنه به یه کتاب فضائل نوشتن، ولی در ضمن فضائل یا فضائل مهمی رو میاره، میگه حیف که مثلا این سندش اشکال داره. یعنی شما میشناسی این طرف کیه؟ راوی فضائل، کتاب در فضائل امیرالمومنین داره، ولی میبینی انقلت کرده زیرش، تهش چیزی نمیمونه دیگه. این که مشکل سندی داره، این که راویش چیه؟ یا این کارو میکنن. نمونه های معاصرش که فراوانه، عمدتا در عربستان کتاب فضائل برای امیرالمومنین حضرت زهرا چاپ بشه در ردشونه، ولی به اسم فضائل علی، خصائص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، فضائل فاطمه، فاطمه تو بنت النبی، سیرتها، فضائلها، مسندها، رضی الله عنها، 7 جلد. ولی خواسته بزنه، میگه کتاب را یکی از فرزندان او ای بانی بشه برکت میکنه چاپ کنیم. بانی کی بشه؟ یکی از سادات بنی فاطمه. این کتاب را مادرش چاپ کنیم، ولی کتاب را در رد نوشته. پوشش ظاهری فضائل و بیان محاسن. درست شو؟ ما چی؟ ما هم الحمدلله طرف وهابیه، به شدت ضد شیعه است، ضد ایرانه، ضد وحدته. یه سریال با فکر او ساختن، هرچه اباطیل نسبت به سید الشهدا و امام حسن داده، الحسن و الحسین. یه زدشیه به تمام معنا، یه مناظره در مورد شهادت از زهرا داره، اونجا خیلی جسارت ها کرده در المستقله عرب انگلستان. خب او بیاد بگه من چی؟ من مثلا فرض کنید مخالف امام حسینم، اینو که نمیگه که، بلکه میاد روزه خونی هم برای حضرت سید الشهدا میکنه، زارم ممکنه بزنن ادهی، مقتل خونی میکنه. چرا؟ برای چی مقتل میخونه؟ برای اینکه حسین رو این شیعیان دعوت کردن، هرچه این اوغلا هم گفتن نرو، رفت. این یزید هم فامیلش بود، دور بود، خبر نداشت. این عبیدالله فلان فلان شده این وسط، پدر سوخت بازی در آورد.
خواست یا تسلیمش کنه با جسارت یا او را بکشه. حسین هم که پسر فاطمه زهرا و پیغمبر بود، حیات من نزله، شهید این امت شد. آی مردم، این کوفیان شیعیان که دعوتش کردن خودشون هم کشتن. روزه میخونه که قتل و انداز گردن شیعیان. ما داداشمون، یه داداشی سایت داره برای وحدت، به عنوان محبان اهل بیت روزه خونا، این بابای ضد وحدت، ضد شیعه، ضد ایران، فتنه‌گر، توهین کننده رو به عنوان اهل سنت محب جا میزنه، روزه داره میخونه. روزه داره میخونه که یزید رو تبرئه کنه. خوش انصاف. یا اینقدر ساده ای یا نفوذی هستی. من حدسم هم اولیه. همین روز داشتم میومدم اینجا، یکی از رفقا پیغام داده. اینا ببینید شما، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تو سایتش یه سری کتاب گذاشته. یکی از این کتابا فتح المجید، شرح کتاب و توحید، شرح کتاب محمد ابن عبدالوهاب. اصلا بعد از محمد ابن عبدالوهاب به این طرف جامعه اسلامی اینطوری پاره پاره شد، اینقدر قصد صورت گرفت، سنی و شیعه رو به خاک و خون کشیدن. اینا هم طائف و اطراف طائف و تیکه پاره کردن سنی ها رو، هم کربلا و نجف و نابود کردن شیعه ها رو. انگار که در کتاب خونه سازمان تبلیغات اسلامی تو سایتش، کتاب خونه مجازی، کتاب اعلی حضرت امامونی مثلا محمد رضا پهلوی کسی بذاره. یا اینقدر اونجا بیدر و پیکر است که هست، یا باید بگی نفوذه، که من نمیگم هست. بیدر و پیکریه، سهلندیشیه، تساهل حیرت انگیزه. عمر ابن عبدالعزیز گفتش که دیگه علی رو لعن نکنی. باریکالله بابا وایسا. هر کس برای این روایت وظیفه‌ای به عهده گرفته، هر کس یه نقشی داشته. ماجرای این که عثمان به مروان فدک داد، یه استخوان شکسته بزرگ در حلقوم این روایت دوم بود. نمیدونست اینو چیکارش باید بکنه. چیکارش باید بکنیم؟ از طرفی احساس کردن دشمنی بیشتر با اهل بیت وضع افکار عمومی رو با ما بدتر میکنه. یه کاری کنیم ماها متهم به دشمنی با اهل بیت نشیم. قبل از عمر ابن عبدالعزیز، عبدالملک مروان هم این کارو کرد. نامه نوشت به حجاج، جنبنی دماء اهل هذا البیت. آقا اینقدر اهل بیت رو نکش به اسم ما. عبدالملک مروان به کی؟ حجاج. لأنی رأیتو بنو حربن صلبوا ملكهم لما قتلوا الحسین. چون من دیدم وقتی بنو حرب، بچهای ابو سفیان، میدونید بنی امیه بچهای ابو سفیانن، بعد بچهای مروانه، مروان به بعد، من دیدم بچهای ابو سفیان حکومتشون کی پاشید؟ لما قتلوا الحسین. حالا به اسم من عبدالملک مروان بری بچهای اهل بیت، علویان، ساداتو بکشی، حکومت منم چی میشه؟ ساقط میشه. نکن این کارو، صلاح نیست. نباید ما رو به عنوان دشمنان اهل بیت بشناسن. درست شو. نوبت به عمر ابن عبدالعزیز رسید، گفت آقا کسی حق نداره اصحاب پیغمبر رو لعن کنه. مجازات نکردن کسی که امیرالمومنین رو لعن میکرده. مسئولین حکومت او همه آخوندهاش همشون دشمنان امیرالمومنینن. اینجوری نیست که شما فکر کنیم شیعه رفتن اونجا بارگاه رو اداره کنن. گفت آقا دیگه لعن علنی نکنید. ها؟ جا بیفته که عمر ابن عبدالعزیز چی آقا؟ با اهل بیت مشکل نداره. حالا این روایت در سنن ابی داوود ببینید. جمع عمر ابن عبدالعزیز بنی مروان حین از تخلف. وقتی به حکومت رسید، برای بچه های خاندان مروان رو جمع کرد. چرا؟ چون فدک و عثمان داده بود به مروان، بعد سیزو به برای بچه. گفت ان رسول الله صلی الله علیه و آلهی، شو من میگم اینجا نداره، و سلم کانت لهو فدک.
پیغمبر فدک دستش بود، فکان ينفق منها. پیغمبر از این انفاق میکرد و به بنی هاشم هم از این میداد. یزوج منها، ازدواج میکردن همسر ندارهای بنی هاشم با درآمد مثل فدک. کی داره میگه؟ عمر بن عبدالعزیز میگه. و ان فاطمه سألته ان یجعلها لها فابا. فاطمه زهرا رفت به باباش گفت بابا این فدک رو بده به ما، ولی پیغمبر نداد. خوب دقت کنی. فکانت کذالک فی حیات رسول الله حتی مظال سبیله. فاطمه زهرا چشمش دنبال این فدک بود، یهو عمر ابن عبدالعزیز اومده لعن و برداشته، از اون طرف شده عمر ثانی، عادل امت، خلیفه راشد پنجم، مهدی امت. همجوری و یکی می زدن ناکارش میکردن که مسیر رو عوض کرد، چون مسیر رو عوض نکرد، پوشش رو نقاب روی مسیر رو عوض کرد. روایت دومو داره تقویت میکنه. عمر ابن عبدالعزیز حاکم داره میگه فاطمه زهرا فدک رو میخواست، پیغمبر بهش نداد. پیغمبر از دنیا رفت. فلم ما ان ولی ابو بکر عمل فیها به ما عمل النبی. ابو بکر مر نعل به نعل این پیغمبر عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی اونم فاطمه زهرا اومد ازش فدک و خواست، با اینکه براش درد سر داشت، از بس شدت احتیاط در مصرف بیت المال داشت، نداد. نمیدونست و اینا را ملکی بی خودی نگید آقا، اینا مال حکومت بود. فلما ان ولی عمر عمل فیها به مثل ما عملا. عمر هم که اومد همون شکل رفتار کرد. حتی مظال سبیله ای تا او هم از دنیا رفت. ثم اقطعها مروان. بعد از عمر چی شد؟ هدیه دادن به مروان. ثم صارت لعمر ابن عبدالعزیز. از بنی مروان حالا من شدم حاکم، افتاده دست من که حاکم مسلمینه. گفتش که فرعیت امرن. حالا اینجا یه مشکلی شد دیگه، اگه اینا حکومتی بود چرا عثمان داده مروان؟ اینم الان شده صاحب فدک، رسیده به این حاکم مروانیه، فدک دست منه. این گفتش که فرعیتو امرن منعه رسول الله فاطمه. وقتی پیغمبر، خوب دقت کنید داره کجا اسلام میکنه، پیغمبر به دخترش فاطمه زهرا در حیاتش فدک و نداد، لیس لی به حق، شایسته نیست که دست من باشه. و انا اشهدکم، من شما رو شاهد میگیرم، انی قد رددته علی ما کانت، یعنی علی عهد رسول الله. بین رفتار عثمان که داد به مروان به ما رسید و رفتار پیغمبر که به فاطمه هم نداد، حقین رفتار پیغمبر رو باید ما عمل کنیم و ما بر میگردونیم سر جاش. حرف اینجا زیاد وقت گذشت. اصلا مسئله نمیدونم و نمیشده و نمیدونستیم و اینا نبوده. شاید فردا ادامه خواستم بدم، اونجا عرض کردم که ابن کثیر شما ببینید چجور جسارت میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، میگه اگر فتنه او نبود اینجور رافضیان سر این فدک هزار سال با ما دعوا درست نمیکرد. یه جوری که هم مستقیم حمله نخوان بکنن، مستقیم رو متهم نکنن، هم اون گروه دوم رو تبرئه کنن. اون بیچاره ها طبق روایت که همه میدونستن اجماعی بود دیگه. حالا نعوذ بالله نستجیر و الانگار امام از دنیا بره، دخترش مثلا فرض کنید بلا تشبیه نعوذ بالله بیاد مثلا فرض کنید بگه که آقا 1000 میلیارد هم تو سال این بیت المال به ما بدین، همه هم میدونن که این مال بیت المال
من میدونم. همه در پوشش فضیلتگویی. بعد این حق یا ابله اون کسی که میگه آقا این مباحث تموم شده، این مباحث تموم شده، یه صلاح بود من از بعضی از اخبار امروزین دانشگاه هامون تو رشته های علوم انسانی بعضی حرفا رو بزنم، این حرفا تموم شده؟ این حرفا وقتی تموم میشه که یه طرف قضیه از اهمیت بیفته یا طرفداران گروه اول دست بکشن یا طرفدار گروه دوم. بنا این روایت هر دوش هست. لذا شما هر مجلسی برای قصب فدک و فاطمیه بگیرید، این رزمندگان، این شاهدان، این میگم شاهدان نماز قریبانی حضرت زهرا سلام الله علیها در تقویت اون رو باید دارید کار میکنید و هرچم اونا تلاش کنن همینطور. این دعوات هم بدون توهین دیگه، این دو شب دیگه خیلی اصل واقع داریم با هم گفتگو میکنیم. این کتاب مال یه سال پیشه، تموم نشده دعوا، اختلاف، بحث تموم نشده. ما اگر ریشه عقایدمون رو ندونیم، یه جریانی بین ما پیدا شدن میان آقا این حرفا رو نگید. آقا میشه دعوا نکرد، فحش نداد، ولی اقلن شیعیان بدونن چی میگن و اونا چی میگن، که صبح تا شب هی رگبار شبهه نبندن به ما. حالا این بحثی که بنده خدمت شما عرض کنم، وقتم ندارم که دو سه جلسه است، اونجا هم جلسه ما هم هیئته، من نمیتونم روی مثلا فرض کنید تخت متنا رو بندازم. شما بیاید چرخی تو کانالایی که اینا دارن و بعد شیعیان از اونا کپی میکنن بعضیا، متاسفانه برید بزنید ببینید با هر یک این روایت که من خوندم صد جور سوال درست میکنن. شما باید ما آقا تا قیامت هم نمیتونیم به همه شبهات جواب بدیم از حیث کثرت. تنها راهش چیه؟ دستبندی و جریان شناسی. دست دسته باید کرد اینا رو، وگرنه یه وقتی ما در قم بانک سوالات و شبهات داشتیم مثلا 56,000. خب 56,000 دونه یه ساعت بخواد وقت بگیره جواب دقیقش که بیش از این، 56,000 ساعت. تا 56,000 ساعت شما بخوای جواب بدی، 56,000 دیگه درست شده، چون هر یکیش از 100 جهت میشه سوال کرد. راهش چیه؟ راهش اینه که ما اول خودمون پامون رو صفر بذاریم، بدونیم اصل ماجرا چی بوده، چه گروهایی توش درگیر بودن. تا انشالله من فردا چون جلسه آخره عرض کنم که تلخیص کنم، یعنی زود گازشو بگیرم که بگم ماجرای یزید تبرئه کردن به اینا چه ربطی داره، چرا یزید رو این وسط تبرئه کردن. همش بحث انسجام روایته. از این که سر عزیزان درد آوردم عذرخواهی میکنم. این ایامی که درش هستیم خیلی تلخی ها توش هست. روزه دهه دوم باید ازش فرار کرد. بندم خیلی مختصر میکنم که برادر عزیزم هر جایی خاص بره. در طول تاریخ تا اون زمان، تاریخ یادش نمیاد که ناموس بنی هاشم به اسارت رفته باشه. با چه وضعی اونها رو از کربلا به کوفه آوردن. یه اتفاق عجیبی افتاد که این خیلی قربته کنار اسرای آل الله، عده‌ای از دیگرانم، شاید همسر زهیر،
از نزدیکان حبیب، چند نفر دیگه، مادر ابن وهب، دیگران حضور داشتن، کوفی بودن، اینا هم جزء اسرا بودن. اینا یه جایی که حضرت زینب سلام الله علیها در دیدرس قرار می گرفت نوشتن حفت به هل اما، زنان کنیزان می رفتن دور ایشون رو می گرفتن قامتش پیدا نباشه. ولی به کوفه که رسیدن هر قبیله‌ای زنان قبیله خودش رو فدیه داد، جریمه داد، آزاد شدن. یه چند روز که گذشت فقط ناموس پیغمبره که در اسارته، تعداد که کمتر میشه، سختی ها صد چندانه. لذا من فقط یه جمله اشاره کنم و تحویل بدم، بیشتر از این قلبم نمیکشه بخوام بگم. ده دوم روزه خوندن سخته. نوشتن که ادخل عیال الحسین، خانواده سید الشهدا صلوات الله علیه را وارد کردن، علی بن زیاد و فی جملتهم زینب و بنت امیر المؤمنین. وقتی وارد شدن متنکرتن مخفیانه بدون اینکه به چشم بیاد، زینب کبرا با بقیه اسرا رفتن یه گوشه‌ای قرار گرفتن. علیها ارذل و ثیابها، لباسش دون شأنش بود، کلام شیخ مفید. و حفت بها اماؤها، دوروبر او رو گرفته بودن نامحرمان او رو نبینن. از جلالت قدرش اون حرامزاده متوجه شد، چوب دستی به دستش بود، سر مطهر سید الشهدا مقابلش بود، گفت اون کسی که میخواید او رو مخفی کنید اون گوشه، اون خانوم ها دورش رو گرفتن، کیه؟ گفتن هازهی زینب و